در ارتباط با پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی نشست‌های مختلف و اقدامات خوبی در مجموعه داستانی با کمک دستگاه دیگر صورت گرفت، هم هیئت قضایی و هم هیئت مستشاری. ما در پی اقدامات انجام شده 36 نفر از کسانی که در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش به صورت مباشرت یا معاونت و جز آمرین این در واقع حمله تروریستی بود شناسایی شدند و دستور جلب این 36 نفر از طریق پلیس بین الملل صادر شد. این 36 نفر عرض شد که از در رأس اونها رئیس جمهور جنایتکار آمریکا دونالد ترامپ و مسئولین فرماندهان نظامی و دیگر تیمی بودند که در این ترور هم در واقع طراحی داشتن، هم برنامه‌ریزی کردند. مجموعاً ما 36 نفر با هویت معلوم و با سمت‌های مشخص در این قضیه مشخص شدند که با اسناد و مدارکی که در اختیار هست در حال درخواست تعقیب و جلب بین‌المللی اونها صادر شد. اگر در شرایط فعلی به هر حال امکان شرایط فراهم نباشه برای رئیس جمهور آمریکا، قطعا ما این رو معتقدیم که در شرایط دیگه و بعد از برکناری سمت این شرایط و این زمینه فراهم است که در حال مثل دیگر افراد و شهروندان تعقیب اون انجام بشه، چرا که این مسئله سیاسی یا قومی نیست، بلکه یک در واقع جرمی است که اتهام اصلی اینها در واقع قتل عمدی هم سردار شهید و همراهانش است و هم یک اقدام تروریستی است که علیه شهروندان انجام شده.